رقیب جدید کرونا سم کشنده یک جلبک که در هوا پخش می شود. دانشمندان برای اولین بار سم مهلک جلبکی را در هوا پیدا کردند. سم آناتوکسین ای یکی از خطرناکترین سمهای تولید شده توسط شکوفه های جلبکی است که به دلیل گرمایش جهانی و تغییرات جوی در حال گسترش در دریاچه ها هستند. پیش از این هرگز این سم در جو زمین دیده نشده بود و تحت شرایط محیطی خاص ممکن است این سم وارد هوا شود. این یافته ها در یک روز مهالود در ماه سپتامبر اتفاق افتاد که شب پیش از آن نیز پر از باد بود و این بدان معناست که احتمالاً سم آناتوکسین ای به وسیله باد از سطح آب جدا شده و درون مه حفظ شده است. محققان از نحوه انتقال این سم به هوا مطمئن نیستند و نمی دانند که آیا این سم با قطرات کوچک آب که به ذرات کوچک معلق متصل هستند و یا درون سیانوباکتری هایی که با باد وارد هوا شدند به جو راه پیدا کرده است. همچنین هنوز مشخص نیست که قرار گرفتن در معرض این ذرات چه تأثیری بر روی انسانها و حیات وحش خواهد گذاشت، اما این موضوع نگران کننده است و نیازمند تحقیقات بیشتری است. در حالی که این سم در نزدیکی یک دریاچه خاص مشاهده شده، محققان به افراد سراسر جهان هشدار می‌دهند که از نزدیک شدن به دریاچه‌هایی با شکوفایی جلبکی پرهیز کنند. تحقیقات بیشتری باید روی شکوفایی جلبکی در دریاچه‌های سراسر جهان انجام شود. ساترلند می‌گوید مردم معمولاً به اطراف این دریاچه‌ها می‌روند بدون آنکه از خطرات احتمالی آن آگاه باشند. تماس مستقیم و یا تنفس این سم می‌تواند برای سلامتی افراد خطرناک باشد.